هلاکت 3 مأمور اطلاعاتی رژیم در سیستان و بلوچستان. اطلاعیه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی 28 بهمن 99. به دنبال اقدامات اطلاعاتی در استان سیستان و بلوچستان، 3 تن از سربازان گمنام در اداره کل استان در حین انجام وظیفه کشته شدند. سخنگوی قضائیه جلادان، سه‌شنبه 28 بهمن 99. احکام حبس‌های طولانی و اعدام برای هواداران مجاهدین و جوانان شورشگر تحت عنوان اراذل و اوباش. در جلساتی که با نیروی انتظامی داشتیم، تأکید شده است که ناجا در برخورد با اراذل و اوباش هم سرعت عمل و هم دقت عمل به خرج بده. به مقامات قضایی هم از دادسرا و دادگاه تأکید شده که در این قبیل از پرونده ها با سرعت، دقت و قاطعیت عمل بشه و احکام قاطع و بازدارندهی صادر بشه، به ویژه این که در چند مورد از این پرونده ها ما مواجه با این شدیم که گروهک های ضد انقلاب و بعضا منافقین
برای اقدامات خرابکارانه خودشون متوسل به اراذل و اوباش میشن. میتونم اعلام بکنم که اخیراً در 3 مورد از این پرونده ها از ناحیه دادگاه حکم اعدام صادر شده. در 2 مورد دیگر که باز یک مورد با ارتباط با گروهک منافقین یه تخریبی رو در یه ساختمونی انجام داده بود، یکی از اراذل و اوباش به مجازات اعدام محکوم شده. بالا گرفتن جنگ گورک‌ها بین سپاه و اطلاعات آخوندها. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ولایت فقیه علیه آخوند علوی وزیر اطلاعات، واکنشی سراسیمه به فاش کردن نقش نفوذی سپاه پاسداران در عملیات کشتن فخری‌زاده. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح تحت امر خامنه‌ای. انتظار می رفت وزیر اطلاعات در اظهارات رسانه‌ای خود در مورد ترور فخری‌زاده بهانه‌ای به دست دشمنان نمی داد و از جایگاه خطیر وزارت اطلاعات و سربازان گمنام و شأن نیروهای مسلح مراقبت می کرد. به دنبال تصریحات آخوند علوی وزیر اطلاعات رژیم در مورد نقش نفوذی سپاه پاسداران در اجرای عملیات کشتن فخری‌زاده، مهره شماره 1 بمب‌سازی اتمی رژیم و سلسله واکنش‌هایی که در حکومت درمانده و آشفته آخوندها به دنبال داشت، ستاد کل نیروهای مسلح رژیم به سرکردگی پاسدار باقری که مستقیماً تحت امر خامنه‌ای و بالای سر تمامی نیروهای مسلح رژیم است، با صدور بیانیه‌ای به آخوند علوی وزیر اطلاعات رژیم به خاطر فاش کردن نقش نفوذی در این عملیات حمله کرد. در این بیانیه آمده است انتظار می رفت وزیر محترم اطلاعات در اظهارات رسانه‌ای خود، آن هم در پخش زنده، دقت بیشتری می نمود که بهانه‌ای به دست دشمنان نمی داد و از جایگاه خطیر وزارت اطلاعات و سربازان گمنام و شأن نیروهای مسلح مراقبت می کرد. آخوند علوی در روز 20 بهمن در مصاحبه با تلویزیون رژیم و در ادامه جنگ گورکا پس از کشته شدن فخری‌زاده نفر شماره 1 بمب‌سازی اتمی رژیم فاش کرد، فردی که اولین تدارکات را برای ترور تهیه کرده بود جزو نیروهای مسلح بود که اشاره واضحی به سپاه پاسداران است. بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری‌زاده شروع کرد علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاع 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده، 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد، فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییتا گفتن وزارت اطلاع که زمان و مکان رو گفته، چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری‌زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. از اونا نفر خواستیم که بیان بنشینن و روی قضیه کار بکنیم، که متاسفانه قبل از اینکه نماینده معرفی بشه و ما کار کنیم روی قضیه، این اتفاق با کمال تاسف افتاد. هفت اعدام جمعی جنایتکارانه شامل یک زن زندانی توسط دشخیمان خامنه‌ای در زندان گوهردشت کرج، یک اعدام وحشیانه دیگر در مشکین شهر. دشخیمان خامنه‌ای صبح چهارشنبه 29 بهمن در یک اعدام جمعی در زندان گوهردشت کرج 7 زندانی شامل یک زن زندانی را اعدام کردند. روز 25 بهمن نیز یک زندانی در زندان مشکین شهر اعدام شد. این زندانی از 5 سال پیش محبوس بود. سراوان، تیراندازی مزدوران سرکوبگر خامنه‌ای و قتل وحشیانه یک سوخبر 19 ساله بلوچ
در 27 بهمن 99. هموطن بلوچ محمد سنجری که تنها 19 سال داشت و برای تأمین معاش خانواده تنها یک گالون 60 لیتری سوخت در خودرو خود داشت، با اصابت 7 گلوله مزدوران جنایتکار خامنه ای به قتل رسید. پدر این جوان نیز در سال 1387 توسط ماموران رژیم به قتل رسیده بود. پیکر محمد سنجری در گروگان نیروی انتظامی است تا خانواده او پول گلوله های قتل او را بدهند و شکایت خود را پس بگیرند. تهران، اعتراض معلمان حق و تدریسی در مقابل مجلس آخوندی. اصفهان، اعتراض بازنشستگان فولاد و ذوب آهن اصفهان، 28 بهمن 99. ایزه، اعتراض مربیان پیش دبستانی. شیراز، اعتراض معلمان به پرداخت نشدن حقوق. 28/11/99 همکاران شاغلی که ضابط تدریس داشتن از پارسال تا الان که بهمن ماه 99 است و بازنشسته هایی که ضابط تدریس داشتن حقوقشون پرداخت نشده و برای چندمین بار در اداره کل تجمع کردن و پاسخی کماکان در گرفتن. شهر کرد، اعتراض سلف فروشندگان مبلمان به برگزاری نمایشگاه در شرایط کرونایی. شوش، اعتراض رانندگان مرکز بهداشت به پرداخت نشدن حقوق. قزوین، اعتراض صاحبان زمین‌های شهرک اندیشه علیه تحمیلات قضاییه جلادان. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، افشای جزئیات بسیج شیطانسازی و توطئه‌های جاسوسی و تروریستی وزارت اطلاعات و سفارت رژیم در آلبانی علیه مجاهدین. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت نامه روشنگر یکی از همکاران سابق اطلاعات آخوندها در آلبانی به دبیر کل ملل متحد را به اطلاع هموطنان می رساند. در این نامه که رونوشت آن برای کمیسر عالی حقوق بشر، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، دبیر کل عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، وزیر کشور و مدیر کل پلیس آلبانی، و همچنین کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران ارسال شده است، جزئیات جدید و تکان دهنده ای از بسیج شیطانسازی
و توطئه‌های جاسوسی و تروریستی رژیم علیه مجاهدین با جزئیات و به طور مستند برملا می شود. نویسنده تصریح کرده است که برای گواهی دادن و اثبات مطالب خود همراه با اسناد و جزئیات آماده شرکت در هر دادگاه یا مرجع بی‌طرف است. در ابتدای نامه نوشته است: این جانب هادی ثانی خانی 41 ساله در سال 2003 از ایران به ترکیه و از آنجا به عراق رفته و به سازمان مجاهدین پیوستم و به کمپ اشرف در عراق و سپس کمپ لیبرتی رفتم. در سپتامبر 2016 سازمان مجاهدین ترتیبات انتقال مرا به آلبانی فراهم کرد. دو ماه بعد در نوامبر 2016 چون نمی توانستم به مبارزه ادامه دهم مجاهدین را ترک و نزد کمیساریا رفتم. دو هفته بعد به سفارت رژیم ایران در تیرانا رفته و از آن پس به مدت 4 سال در دامی که وزارت اطلاعات و سفارت رژیم ایران در آلبانی برایم گسترده بودند افتاده و به همکاری با مأموران رسمی اطلاعات در سفارت مانند فریدون زندی علی آبادی و مزدوران شناخته شده اطلاعات مانند ابراهیم و مسعود خداونده، غلامرضا شکری و احسان بیدی و در سالهای بعد حسن حیرانی کشیده شدم. آنها مرا در توطئه‌های شیطانسازی، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی برای اقدامات تروریستی علیه سازمان مجاهدین به خدمت گرفتند. در نامه همچنین آمده است: زندی مرا مأمور کرد که اطلاعات اماکن مختلف مجاهدین را جمع‌آوری کرده و از آنها عکس و فیلم تهیه کنم. من بیش از 300 عکس و چندین قطعه فیلم از مراکز مجاهدین تهیه کردم. زندی تأکید می‌کرد باید مکان خانم رجوی و مسئولین مجاهدین را در بیاوری و اینکه چند تا محافظ دارند. دو مزدور دیگر منوچهر عبدی و سعدالله سیفی در این مأموریت با من همراه بودند. در اسفند 1395 مرا سرشبکه گروهی از مزدوران کردند. وظیفه این مزدوران مقاله نویسی علیه مجاهدین بود. موضوعات و محورهای مقالات را زندی و یا برادران خدابنده مشخص می کردند. مزدوران موظفند حداقل یک حساب کاربری در فیسبوک و اینستاگرام ایجاد کنند و هر ماه 12 مطلب علیه مجاهدین تولید و منتشر کنند و موضوعاتی را که سفارت یا وزارت مشخص می کند به صورت زنجیره‌ای باز نشر کنند. در این نامه مبلغ و شیوه پرداخت‌های وزارت اطلاعات به مزدوران و نحوه به کار گرفتن آنها در تلویزیون‌های اینترنتی از قبیل مردم تیوی و به کار گرفتن خبرنگاران علیه مجاهدین از جمله خبرنگار اشپیگل در سال 2018 و همچنین خط کار مزدوران محلی از قبیل اولسی یاسچی در پوشش روزنامه‌نگار و درس خوانده در مالزی و جرجی تاناسی با سفرهای مستمر به ایران برملا شده است و صحت اطلاعیه‌های مقاومت ایران در این خصوص را نشان می‌دهد. نظر به اهمیت اطلاعات مندرج در این نامه به ویژه پس از افشای کارکردهای اطلاعات آخوندها در دادگاه آنتورپ، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا خواندن این نامه و دقت در مندرجات آن را به هموطنان توصیه می کند. بستن سفارت رژیم آخوندی در آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی و محاکمه و مجازات و اخراج ماموران و مزدوران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، لازمه مقابله با تروریسم و جاسوسی و سوء استفاده گشتاپوی ملایان از اماکن و امکانات دیپلماتیک است. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، 29 بهمن 1399. در بهمن 1396 خدابنده به من گفت نفرات مناسب را برای مصاحبه با تلویزیون تاپ چنل آماده کن. بعدن فهمیدم همه هماهنگی ها را اولسیاسچی از طریق یک خانم خبرنگار انجام داده است. خدابنده خبرنگاران خارجی را که به آلبانی می فرستاد به یاسچی وصل می کرد و از طریق او خطوط وزارت اطلاعات را پیش می برد.
چگونگی توجیه خبرنگاران دوست رژیم توسط مزوران، خدابنده و زنش سینگلتون و سفرهای آنها به تیرانا و اقامت در هتل اینترنشنال و پرداخت 30,000 یورو هزینه های اقامت یک مأمور دیگر در آلبانی با دستمزد وکیل برای کار علیه مجاهدین به صورت نقد. در آوریل 2017 زندی یک دیپلمات تروریست دیگر رژیم یک پاکت حاوی 15,000 یورو و 80 CD علیه مجاهدین برای توزیع میان نفرات به من داد. پول در یک محل تجارتی شناسایی شده بدون دوربین به من داده شد. این 80 CD شامل تبلیغات وزارت اطلاعات بر علیه رهبری مجاهدین بود و آنها را در اتاق پرو فروشگاه در کیف من گذاشت. هر یک پیراهنی انتخاب کرده و به اتاق پرو رفتیم. کار من تا مدت‌ها ارسال پستی این سیدی ها بود. هر بار 10 عدد CD را برای پارلمانترها و خبرنگاران پست می کردم و در جریان این کار متوجه شدم علی اکبر راستگو در آلمان و سایر مزدوران نیز دستن در کار توزیع همین CD یا CD های مشابه آن در کشورهای مختلف هستند. من باید هر روز به راستگو گزارش می دادم که چه تعداد CD به چه کسانی ارسال کردم. سایت نجات یافتگان در آلبانی که در کارزروه آلمان به ثبت رسیده توسط علی اکبر راستگو مأمور وزارت در آلمان اداره می شود. موضوع و محور مقالات را وزارت اطلاعات مشخص می کند و اداره کنندگان سایت ها نسبت به سایر مزدوران حقوق بیشتری دریافت می کنند. در مصاحبه با تلویزیون های اینترنتی از قبیل مردم تیوی که پارسا سربی مأمور اطلاعات گرداننده آن است، از یک هفته قبل سوالات و پاسخ ها را به برید مزدور مورد نظر می دادند تا حفظ کند یا از رو بخواند. در این مصاحبه ها همه چیز، حتی کلمات نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات مشخص می شد و مزدوران همه آن حرف ها را علیه مجاهدین می گفتند. موضوعاتی که سفارت و وزارت به صورت سوال و جواب برای مصاحبه یا مقاله نویسی در سایت ها می دادند شامل موارد زیر بود: شکنجه ناراضیان، نبودن آزادی در مناسبات مجاهدین، شستشوی مغزی، اعتراف به موضوعات و لحظات جنسی، قطع روابط با دنیای بیرون، طلاق‌های اجباری، قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین، کشتن اکراد و شیعیان در عراق، گرفتن پول از آمریکا و اسرائیل و عربستان و اینکه اطلاعات اتمی خود را هم از اسرائیل گرفتند و هیچ پایگاه و پشتیبانی مردمی در ایران ندارند. من که حدود 14 سال با مجاهدین بودم و می دانستم که یک کلمه از این حرف ها واقعیت نداشت، دچار عذاب وجدان بودم و احساس می کردم که گناه بزرگی مرتکب می شوم. من به عنوان یک شاهد زنده می توانم در هر دادگاهی شهادت بدهم که این مصاحبه ها و مقاله ها تماماً طرح و برنامه وزارت اطلاعات می باشد. پخش متن کامل نامه در پایان اخبار. پیامدهای حمله موشکی عوامل نیابتی رژیم به فرودگاه اربیل. جنساکی، سخنگوی کاخ سفید: ما مجازات دقیق برای حمله اربیل تعیین می‌کنیم و این در اولویت است. رئیس جمهور آمریکا و دولت او این حق را برای خود محفوظ دارند که در زمان و به شیوه مناسب پاسخ بدهند. سخنگوی مسعود بارزانی: وسیله نقلیه حمله موشک‌های فجر، ساخت رژیم ایران که در حمله اربیل به کار رفت،
در این منطقه پیدا شده است. بیانیه مشترک آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا. حمله موشکی به اربیل را به شدت محکوم می‌کنیم. حمله به پرسنل و پایگاه‌های آمریکا و ائتلاف در عراق تحمل نخواهد شد. جلسه شورای امنیت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران و شبه نظامیان آن در عراق باید متوقف شود. همانطور که وزیر خارجه گفت، مسببین باید مورد حسابرسی قرار گیرند. خبرگزاری رویترز: آمریکا به سازمان ملل میگوید قبل از انتخابات عراق باید به دخالت‌های رژیم ایران پرداخت شود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران باید ابتدا به متابعت از تعهدات خود برگردد. یک توافق جدید باید قوی‌تر و طولانی‌تر از قبلی باشد. توافق جدید باید مسائل مشکل آفرین دیگر مانند برنامه موشک بالستیک و اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم را نیز شامل شود. هشدار دولت آلمان نسبت به ممانعت رژیم آخوندی از کار بازرسان اتمی در ایران. رویترز: یک منبع دیپلماتیک در برلین گفت سد بستن رژیم ایران در برابر کار بازرسان آژانس کاملا غیر قابل قبول است. سناتور جیم اینهوف، عضو سنای آمریکا: دولت بایدن باید با رفتارهای شریرانه رژیم ایران به شدت مقابله کند. مارک گرین، نماینده کنگره آمریکا: تا زمانی که رژیم ایران به صراحت جاه طلبی‌های هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، دولت بایدن نباید به توافق شکست خورده اتمی با این رژیم برگردد. خامنه ای: سیاست قطعی جمهوری اسلامی درباره برجام و تحریم ها این است که حرف و وعده فایده ندارد، فقط عمل. عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. واکنش خلیفه ارتجاع به تحریم و کسادی نمایش انتخاباتی رژیم. خامنه ای: دشمن روی ناکامی های ما تبلیغات می کند، جنگ روانی می کند، ناکامی ها را چند برابر بیشتر نشان می دهد که جوانان را ناامید کند و مردم را نسبت به آینده بدبین کند. خامنه ای خطاب به باندهای ریزشی و سرخورده ولایت: فرصت انتخابات را نبایستی از دست داد. مخالفان البته نمی‌خواهند جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کند. لذا نزدیک انتخابات که می‌شود می‌گویند آزادی نیست، مهندسی است، تا مردم را دلسرد کنند. رئیس جمهور ارتجاع در جلسه هیئت دولت: در برجام چیزی اضافه نخواهد شد، نه راجع به غروب، نه راجع به منطقه، نه راجع به سلاح و دفاع. همین برجامی که هست یا میپذیرید یا قبول نمی کنیم. از 5 اسفند ما از پروتکل الحاقی خارج می شویم و بین ما و آژانس آنچه اجرا می شود بر اساس پادمان خواهد بود. آخوند روحانی در تماس با رئیس جمهور سوئیس: بحث مجدد پیرامون برجام غیر ممکن است. راهبرد نظام، لغو عملی و نه صرفاً روی کاغذ تحریم ها از سوی آمریکاست. جواد ظریف، وزیر خارجه رژیم آخوندی: دولت بایدن یک ماه است همان سیاست قلدرمآبانه را ادامه می دهد. برخی در کابینه بایدن تصور می‌کنند که همچنان با فشار حداکثری
می توانند امتیاز بگیرند. آمار تکان دهنده قربانیان کرونا از 217,200 نفر در 480 شهر گذشت. استاندار رژیم در البرز. کرونا در البرز در حال طغیان است. حتی تصور شیوع موج چهارم کرونا نیز وحشتناک است. محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت خوزستان. موارد مرگ بر اثر کرونا در خوزستان نسبت به هفته گذشته 52% افزایش یافته است. 10 شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران. ظرف سالهای 96 تا 98 قیمت کالاها 10 برابر شده است. خامنه‌ای: سیاست قطعی جمهوری اسلامی درباره برجام و تحریم‌ها این است که حرف و وعده فایده ندارد، فقط عمل. عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. واکنش خلیفه ارتجاع به تحریم و کسادی نمایش انتخاباتی رژیم. خامنه‌ای: دشمن روی ناکامی‌های ما تبلیغات می‌کند، جنگ روانی می‌کند، ناکامی‌ها را چند برابر بیشتر نشان می‌دهد که جوانان را ناامید کند و مردم را نسبت به آینده بدبین کند. دشمن روی ناکامی‌های ما تبلیغات می‌کند، جنگ روانی می‌کند، رو اونا تکیه می‌کند. ناکامی‌ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونها رو نشان می‌ده. البته پیشرفت‌ها و بسامانی‌ها رو مطلقا نشان نمیده و به اونها اشاره‌ای نمی‌کنه و عمدن پیشرفت‌ها رو کتمان می‌کنه. این بر این است که جوان‌های ما رو ناامید کنند. این بر این است که مردم ما رو نسبت به آینده بدبین کنند. اینو باید بهش توجه داشت. ولی خب از دروغ هم باکی ندارن. البته چیزهایی رو مبالغه می‌کنن، دروغ هم میگن. مواردی رو هم به عنوان دروغ، بعضی از عناصر داخلی خودمون هم از رو غفلت، حالا ممکن حالی بعضی ها مغرض باشن، اما غالبا از روی غفلت اون بعضی ها همون حرفای اونها رو تکرار میکنند و بازتاب میدن. ما این نابسامانی ها رو داریم، ناکامی هایی وجود داره که باید برطرف بشه. مردم ما هم امروز از اوائل انقلاب نسبت به این نابسامانی ها حساس ترن. امروز مردم نسبت به فساد حساسن، نسبت به فاصله طبقاتی حساس تر از اول انقلاب. این چیز بدی نیست، این چیز بسیار خوبی است. این نشون دهنده این است که مردم با آرمان های انقلاب آشناند و دنبال اون آرمان ها، لذا اعتراض میکنن، اعتراض میکنن به فساد. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنن، این موجب پس زدن دشمنان میشه، طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد بود. و البته خب عرض کردیم دشمن ها اینو نمیخوان، لذا از نزدیک انتخابات که میشه، همه دوره ها حدود نزدیک 40 تا انتخابات داشتیم ما در این سال ها، هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، هر گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن
از حضور در این کار دشمن. اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتاً یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون الان نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد و علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. آخرین مطلب در باب برجامه که من بگم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل اون حرفها و وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. آخوند روحانی در تماس با رئیس جمهور سوئیس. بحث مجدد پیرامون برجام غیر ممکن است. راهبرد نظام لغو عملی و نه صرفاً روی کاغذ تحریم ها از سوی آمریکا است. علیرضا معزی معاون ارتباطات روحانی اعلام کرد که رئیس جمهور ارتجا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس درباره برجام، کانال مالی سوئیس و همچنین امنیت و ثبات منطقه‌ای گفتگو کرده است. به گزارش سایت روحانی وی در این تماس تلفنی گفت انجام اقدامات لازم جهت فعالیت مؤثر کانال مالی سوئیس و عملیاتی شدن آن دسته از قراردادهای مشترک که به دلیل سیاست‌های دولت قبلی آمریکا متوقف شده ضروری است. رئیس جمهور ارتجا افزود باز کردن و بحث مجدد پیرامون برجام غیر ممکن و مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت است. راهبرد تهران در قبال برجام کاملا مشخص است. لغو عملی و نه صرفاً روی کاغذ تحریم ها از سوی آمریکا بازگشت ما را به اجرای تعهدات به همراه خواهد داشت. زمانی که تحریم ها برداشته شود ما بلافاصله به همه تعهدات خود پایبند خواهیم بود. آخوند روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولتش گفت بارها ما گفتیم در برنامه دفاعی کشور ما جایی برای سلاح کشتار جمعی و از جمله هسته‌ای وجود نداره و نخواهد داشت. این تصمیم قاطع نظام هست. ما عضو MPT هستیم، ما به هر حال با پادمان با آژانس قرارداد داریم به صورت پادمان و این پادمان رو اجرا می کنیم و اجرا کردیم تا کنون. ما نمی خواهیم فعالیت مخفی هسته‌ای داشته باشیم، نه دیروز، نه امروز، نه فردا. این تصمیم قاطع جمهوری اسلامی ایرانه. آمریکا بخواد یا نخواد، اروپا بخواد یا نخواد، سازمان ملل بخواد یا نخواد، اگر همه دنیا به ما بگن ایران خیلی خوبه سلاح هسته‌ای داشته باشه، ما نظر ما تغییر نمی‌کنه. ما نظر ما نظری است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا اعلام کردن. همون عهدی است که ما در MPT و پادمان بستیم. از این عهد ما خارج نخواهیم شد. در 23 تیر ماه 94 امضا شد. اونی که 23 تیر 94 امضا شده اون غیر قابل تغییره. ما دستش نمیزنیم. همه دنیا هم بدونه. ما برجام قبول داریم. برجام به همون شکل 2015. برجام به شکل 23 تیر سال 94. 1394 ما تغییر نمیدیم راجع به این. بر تعهد خودمون هم
پا بر جا ایستادیم. روزی که اولین روز اجلاس مجمع عمومی بود، 8 نوبت پیغام دادن که آقا ترامپ میخواد با فلانی ملاقات کنه، به هر قیمتی شده این ملاقات بدن. خب ما رد کردیم همه 8 نوبت رو، ما گفتیم ما ملاقاتی نداریم با اینا. شبش رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون به من زنگ زد، گفت من الان پیش ترامپ بودم و آمدم و میخوام شما قبول کنید یه ملاقات، به هر حال به هر صورت 3 نفره 2 نفره چند نفره این خیلی مهمه. من رد کردم. چندین رئیس جمهور آمدند در هتلی که محل اقامت من بود، پیشنهاد کردند، گفتند آقای ترامپ میگه 2 تا کلمه ما تو این برجام بذاریم، من همین الان اعلام میکنم برجام قبول دارم و برمیگردم. اون 2 کلمه اینه: ما راجع به مسئله موشک و راجع به مسئله منطقه بعداً مذاکره کنیم. و این پیام رو آقای مکرون آورد روز بعد از طرف ترامپ. گفتم نه، ما اصلا مذاکره نداریم، ما راجع به مسئله موشک، مسئله دفاعی و مسئله منطقه با آمریکا با 5 به اضافه 1 ما بحثی نداریم. قانونی که مجلس شورای اسلامی راجع به مسئله هسته‌ای تصویب کرده، فارغ از اینکه نظر دولت چی هست، که از 5 اسفند ما از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم خارج میشیم و بین ما و آژانس آنچه اجرا میشه بر اساس پادمان خواهد بود. هیچ وقت ما بازرسان رو بیرون نمی کنیم. در چارچوب پادمان هستن، نظارت میکنن، فعالیت های ما رو میبینن، گزارش میدن، ما هیچ بحثی نداریم. پروتکل الحاقی یک مرحله فراتر از پادمانه. به جای اینکه دنیا بیاد راجب کاهش تعهدات ایران یا راجب قانون اخیر مجلس شورای اسلامی حرف بزنه، اینا فرار به جلوه. ای که واقعیت که اینا نیست، یک مشکل بیشتر وجود نداره، یه دونه، و اون تحریم ظالمانه و غلطه. امروز تحریم وردارن، بعد از ظهر ما به همه تعهدات عمل میکنیم. این رو بالاترین مقام ایران، مقام معظم رهبری، به صراحت اعلام کرده. ما تکلیف روشن، مسیر واضحه، مشکلی وجود نداره. آمریکایی‌ها بیان به صراحت اعلام کنن، ما هم به صراحت اعلام میکنیم. آمریکایی‌ها یک قدم بردارن، ما هم یک قدم برمیدونیم. آمریکایی‌ها همه قدم‌ها رو یه جا بردارن، ما همه قدم‌ها رو یه جا برمیدونیم. تدریج میخوان، اهلا و سهلا. مجموعه میخوان، اهلا و سهلا. نمیخوان، بازم اهلا و سهلا. اینکه دعوا نداریم. فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 480 شهر از 217,200 نفر بیشتر است. نمکی. با توجه به شیوع نوع موتاسیون یافته کرونا در خوزستان، کلیه مرزهای ورودی و خروجی استان به عراق مسدود شود. رئیسی. الان در خوزستان 11 شهر قرمز داریم و 39 شهر نارنجی و 222 شهر زرد داریم. مهرس. ویروس انگلیسی که همکنون در کشور شیوع پیدا کرده، ظرف 3 روز بیمار را از پا می اندازد. بیمارستان مسیح دانشوری. در ایران 24 نفر مبتلا به ویروس انگلیسی کرونا شناسایی شدند که متاسفانه 2 نفرشان تا کنون فوت شدند. دانشگاه پزشکی اهواز. ویروس جدید با سرایت بسیار بالا و مرگ و میر بالاتر نوع غالب کرونا در خوزستان است. استاندار البرز. کرونا در این استان در حال طغیان است. حتی تصور شیوع موج 4 کرونا نیز وحشتناک است.
سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر چهارشنبه 29 بهمن 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 480 شهر از 217200 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 8203 نفر، در البرز به 5493 نفر، در اصفهان به 13935 نفر، در تهران به 51946 نفر، در خراسان رضوی به 14510 نفر، در خراسان شمالی به 3348 نفر، در خوزستان به 10955 نفر، در سمنان به 3310 نفر، در سیستان و بلوچستان به 5171 نفر، در فارس به 6532 نفر، در قزوین به 2419 نفر، در کردستان به 3747 نفر، در کرمان به 4824 نفر، در لرستان به 8923 نفر و در مازندران به 9127 نفر رسیده است. نمکی وزیر بهداشت امروز به وزیر کشور رژیم نوشت با توجه به شیوع سریع نوع موتاسیون یافته کرونا در خوزستان دستور فرمایید به نحو مقتضی کلیه مرزهای ورودی و خروجی استان به عراق تا اطلاع ثانوی مسدود شود. مهرز عضو علمی ستاد کرونا گفت واریانت انگلیسی که همکنون شیوع پیدا کرده خطرناکتر از نوع قبلی کرونا است و ظرف 3 روز بیمار را از پا می اندازد. در همین حال افشینپور عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت ویروس انگلیسی تا 70% بیشتر از کرونای قبلی قابلیت انتقال و مبتلا کردن افراد دارد و می تواند فاجعه آفرین باشد. فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان گفت برای رسیدن به ایمنی جمعی می بایست حداقل 60-70% جمعیت یعنی 55 میلیون نفر واکسینه شوند. اما برای فاز آخر واکسیناسیون که شامل جمعیت عمومی کشور است، این توان در وزارت بهداشت وجود ندارد که کار واکسیناسیون را انجام دهد. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت تا کنون در ایران 24 نفر مبتلا به ویروس انگلیسی شناسایی شدند که 2 نفرشان فوت شدند. اگر پروتکل ها را رعایت نکنیم، اواخر اسفند شاید بدترین پیک تاریخمان را بگذرانیم. راه بازداشتن این ویروس فقط قطع زنجیره انتقال است. پیش بینی می شود که بعد از تیر ماه 1400 که مجوز واکسن ایرانی صادر شود، امیدواریم مردم عادی هم بتوانند واکسینه شوند. برخی هموطنان ما این خطر را به جان می خرند و پول پرداخت کرده و به کشورهای همسایه مانند دبی می روند تا واکسن تزریق کنند، اما ممکن است در این مسیر مبتلا به کرونا شوند. در خوزستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خواستار اعلام وضعیت اضطراری در استان برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در خوزستان شد. وی گفت در 2 هفته اخیر موارد متعددی از ابتلا به کرونا جهش یافته انگلیسی شناسایی شده که نگران کننده است. به افزود تداوم وضعیت فعلی توان ارائه خدمت در مراکز درمانی را به سمت اشباع خواهد برد. شواهد به وضوح حکایت از بروز پدیده جدید در طول پاندمی کرونا دارد. قدرت سرایت ویروس به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده و یک فرد ناقل به راحتی قادر به آلوده کردن چند 10 نفر می باشد. موضوعی که موجب شده علاوه بر تکمیل گنجایش بیمارستان‌های قبلی، بیمارستان‌های جدیدی هم وارد سیکل درمان کرونا شوند. رئیس دانشکده پزشکی آبادان با تایید مشاهده کرونا انگلیسی در شادگان، آبادان و خرمشهر گفت این ویروس خطرناک با سرعت در جنوب غرب خوزستان در حال گسترش است. 10 شهر وارد وضعیت قرمز شده و بیم آن می رود که این شهرها افزایش یابد. رئیس بیمارستان امیرالمومنین اهواز گفت همه بخش‌های بیمارستان برای پذیرش مبتلایان به کرونا
آماده سازی شدند. سخنگوی ستاد کرونا در خوزستان گفت ظرفیت بیمارستان‌ها یکی پس از دیگری تکمیل می‌شود و نگران هستیم در روزها و هفته‌های آینده بیمارستان‌های خوزستان نتوانند به بیماران کرونا خدمت رسانی کنند. رئیس مرکز بهداشت خوزستان از افزایش 52% فوتی‌ها خبر داد. در البرز، استاندار البرز با بیان اینکه کرونا در این استان در حال طغیان است گفت حتی تصور شیوع موج چهارم کرونا نیز وحشتناک است. در کرمانشاه معاون دانشگاه پزشکی گفت چنانچه در موج چهارم درگیر این نوع از ویروس شویم می تواند به سرعت همه تخت های درمانی که برای بیماران کرونایی آماده کرده ایم را پر کند. در ایلام رئیس دانشگاه پزشکی گفت دو مورد ابتلا کرونا در استان شناسایی شدند که پس از انجام تست کرونای جهش یافته انگلیسی آنها مورد تایید قرار گرفت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 29 بهمن 1399. اخبار را از سیمای آزادی ادامه می‌دهیم. جنساکی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره حمله موشکی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اربیل عراق گفت ما مجازات دقیق برای این حمله تعیین می‌کنیم و این در اولویت است. در این حمله موشکی یک پیمانکار غیر نظامی کشته شد و چند عضو ائتلاف مجروح شدند که یک سرباز آمریکا هم مجروح شده است. مردم عراق مدت هاست از این خشونت‌ها رنج کشیدند و حاکمیتشان نقض شده است. مانند همیشه رئیس جمهور آمریکا و دولت او این حق را برای خود محفوظ دارند که در زمان و به شیوه مناسب پاسخ بدهند. آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی حمله موشکی به فرودگاه اربیل را محکوم کردند. در جریان این حمله 8 غیر نظامی به اضافه یک سرباز آمریکایی مجروح شدند و یک پیمانکار غیر نظامی نیز کشته شد. در این بیانیه آمده است ما وزیران خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده حمله موشکی 15 فوریه به کردستان عراق را به شدت محکوم می‌کنیم. ما متفق القول هستیم که از نظر ما حمله به پرسنل و پایگاه‌های آمریکا و نیروهای ائتلاف تحمل نخواهد شد. ریچارد میلز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت گفت دولت بایدن از شراکت استراتژیک با یک عراق با ثبات و دموکراتیک حمایت می کند. دولت بایدن از ناقضان حقوق بشر و کسانی که از حقوق بشر سوء استفاده می کنند حسابرسی می کند. ما باید به شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران و فعالیت های بی ثبات کننده این رژیم در عراق و همچنین عناصر باقی مانده داعش بپردازیم. آنها شهروندان عراق را می کشند و عراق را از کمک اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی محروم می کنند. آنها همچنین به کاروان های سازمان ملل حمله کردند و پرسنل دیپلماتیک و سازمان های غیر دولتی را که قصد کمک به عراق و عراقی ها دارند هدف قرار دادند. به ادامه داد روز دوشنبه در یک حمله یک پیمانکار غیر نظامی کشته و چند نفر از اعضای ائتلاف از جمله یک سرباز آمریکایی زخمی شدند. همانطور که وزیر خارجه بلینکن گفت ایالات متحده از حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق خشمگین است. ما از مسببین این اقدام شنیع حسابرسی خواهیم کرد. رویترز سخنان ریچارد میلز را با این عنوان مخابره کرد. آمریکا به سازمان ملل میگوید قبل از انتخابات عراق باید به دخالت‌های رژیم ایران پرداخته شود. به گزارش العربیه سخنگوی مسعود بارزانی در مورد حمله موشکی به اربیل گفت وسیله نقلیه حمل موشک‌های فجر ساخت رژیم ایران در این منطقه پیدا شد. اشرق‌الاسد 29 بهمن 99 نوشت گروهی که خود را گروه اولیای دم می‌نامند مسئولیت حمله به پایگاه تحت هدایت آمریکا را بر عهده گرفت. این گروه در ماه اوت گذشته نیز مسئولیت حمله به کاروان نیروهای ائتلاف در نینوا را پذیرفت. کفاح محمود مشاور رهبر حزب دموکرات کردستان مسعود بارزانی به اشرق‌الاسد گفت
نشانه های روشنی از وابستگی این گروه به سپاه پاسداران رژیم ایران وجود دارد. وی با اشاره به اینکه از یک سلاح ساخت رژیم ایران در این عملیات استفاده شده است، افزود که تحقیقات اولیه نشان داد که فجر یک از جمله موشک های پرتاب شده به اربیل است. کفاه تأکید کرد که این عملیات با هدف ارسال پیام به رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و آزمایش سیاست‌های دولت وی در منطقه و میزان حمایت از منطقه کردستان انجام می‌شود. خبرها را ادامه می‌دهیم. تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با رادیو سراسری آمریکا NPR گفت برای بازگشت ما به توافق اتمی ابتدا باید به مطابقت از تعهدات خود ایران باید ابتدا به مطابقت از تعهدات خود در برجام بازگردد. در آن صورت ما هم اقدام مشابهی را خواهیم کرد. ما باید روی توافق کار کنیم که قوی تر و طولانی تر از برجام قبلی باشد. ما باید مسائل دیگری که در برجام اصلی نبود و برای ما و کشورهای مختلف جهان مشکل آفرین هستند را به این برجام اضافه کنیم، مانند برنامه موشک بالستیک رژیم و اعمال بی‌ثبات کننده آنها در کشورها یکی بعد از دیگری. به تمامی اینها باید پرداخت شود. به هر حال اولین قدم بازگشت رژیم ایران به مطابقت است. بایدن هم تصریح کرده که اگر رژیم ایران این کار را کرد ما هم اقدام مشابهی خواهیم کرد. مسیر برای دیپلماسی باز است، ولی در حال حاضر رژیم ایران از مطابقت بسیار دور است. ما صبر می‌کنیم و ببینیم که آنها چه کار خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود هر کشوری باید شرایط را ارزیابی کرده و ببیند مصالحش در چیست. آنچه ما می‌دانیم این است که پس از خروج ما از برجام، رژیم ایران از محدودیت‌هایی که بر اساس برجام به آنها اعمال شده بود خارج شدند و نتیجه این شد که رژیم مکنون به تولید مواد مورد نیاز برای ساختن بمب اتمی بسیار نزدیکتر شده است. لذا به نظر من ما مشوق‌هایی در اختیار داریم تا بتوانیم رژیم ایران را دوباره در جعبه هسته‌ای قرار دهیم. این مشوق‌ها که رژیم ایران هم در ابتدا برای آن توافق کرد لغو برخی تحریم هاست، آن هم در وضعیت اقتصادی که این رژیم دارد. لذا من فکر می‌کنم هر دو طرف ما و حتی متحدین و شرکای اروپایی و روسیه و چین هم منافعی در این کار داریم. این یک قدم لازم ولی ناکافی است. زمان به سرعت در حال گذشتن است و لذا اگر رژیم ایران به مطابقت بازگشت باید وارد توافق شویم. سناتور جیم اینهوف بازگشت به برجام را که به طور موقت فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران را محدود می‌کند نابخردانه دانست. وی از بایدن خواست با رفتارهای شریرانه رژیم ایران مقابله کند و در توییتر خود نوشت من از رئیس جمهور بایدن مصرانه می‌خواهم در مقابله با رفتارهای شریرانه رژیم ایران با کنگره آمریکا همکاری کند. بازگشت به برجام که فقط فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران را محدود می‌کند و آن هم برای یک مدت موقت کاملاً نابخردانه است. دولت آلمان به رژیم آخوندی در مورد ممانعت از کار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران هشدار داد. یک منبع دیپلماتیک در برلین به رویترز گفت آلمان نسبت به سدبستن رژیم ایران در برابر کار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. وی گفت اینکه رژیم ایران در برابر بازرسان آژانس مانع ایجاد می‌کند کاملاً غیر قابل قبول است. ما مصرانه از رژیم ایران می‌خواهیم که از این قدم عقب نشینی کند. ما با شرکایمان از جمله آمریکا راجع به این موضوع در ارتباط نزدیک هستیم. جواد ظریف وزیر خارجه رژیم گفت دولت بایدن یک ماه است همان سیاست‌های قلدرمآبانه را ادامه می‌دهد. وی افزود برخی در کابینه بایدن تصور می‌کنند همچنان با فشار حداکثری می‌توانند امتیاز بگیرند. در همین حال مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی نسبت به پیامدهای بن‌بست کنونی در برجام هشدار می‌دهند. قربان اوغلو دیپلمات سابق رژیم گفت شخصاً امیدوارم کار به سوم اسفند و اجرای مصوبه مجلس نرسد، چرا که می‌تواند برای ما تبعات سنگینی برای نظام داشته باشد. طبیعی است که بایدن بخواهد از این تحریم‌ها
که در زمان سلف او تصویب شده و نظام را به گوشه رینگ انداخته، به عنوان ابزار چانه‌زنی و امتیازگیری استفاده کند. مطهرنیا کارشناس حکومتی نیز گفت مطمئن باشید دولت بایدن بعد از برجام تحریم‌های دیگری را هم در پرونده‌های جداگانه دنبال می‌کند. خروج نظام از پروتکل الحاقی، زمینه‌های همگرایی و نزدیکی بیشتر پکن و مسکو به موازنه آمریکا و اروپا را موجب می‌شود. روزنامه حکومتی اعتماد نوشت وضعیت کنونی می‌تواند منجر به همگرایی بیشتر آمریکا با اروپا، روسیه و چین در مورد پرونده هسته‌ای نظام شود. این همگرایی می‌تواند منجر به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نظام، احیای تحریم‌های اتحادیه اروپا و ارجاع پرونده هسته‌ای نظام به شورای امنیت و تکرار تصویب قطعنامه‌های هفتگانه علیه نظام شود. اخبار را ادامه می‌دهیم. در انگلستان مقررات قرنطینه اجباری برای مسافران ورودی از 33 کشور شامل پرتغال، برزیل و آفریقای جنوبی نیز به اجرا درآمد و 16 هتل ویژه به این پروژه اختصاص داده شده است. طبق قوانین جدید اگر مسافری در مورد نتیجه تست PCR خود اطلاعات نادرست به مقامات فرودگاه بدهد، ممکن است با مجازاتی تا 10 سال زندان روبرو شود. انگلستان بیش از 15 میلیون نفر که 22% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، واکسینه کرده است. در اوکلند، پایتخت نیوزیلند، که در پی مشاهده موارد ابتلا به کرونا از 2 روز پیش وارد قرنطینه کامل شده است، مورد جدیدی از کرونا مشاهده نشده است. این کشور در این حال برای آغاز پروژه واکسیناسیون سراسری آماده می شود. اولین محموله شامل 600 هزار واکسن وارد این کشور 5 میلیون نفری شده است. در مکزیک پروژه واکسیناسیون ویژه سالمندان بالای 60 سال در 300 شهر این کشور آغاز شد. قرار است کل جمعیت بالای 60 سال مکزیک که بالغ بر 15 میلیون نفر می شوند طی کمتر از 2 ماه واکسینه شوند. زیمبابوه هم با دریافت اولین محموله 200,000 تایی واکسن کرونا به جمع کشورهای پیوست که روند واکسیناسیون را آغاز کردند. ادیراما نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که یک کشور دوست دیگر 360,000 واکسن آسترازنیکا به این کشور خواهد داد. راما گفت ما ارتباطات خود را با سایر کشورها ادامه می دهیم. در آلبانی شماره جانباختگان افزایش یافت. وزارت بهداشت اعلام کرد طبق آمار رسمی طی 24 ساعت 15 نفر بر اثر کرونا جان باختند و طی همین مدت از 3842 آزمایش انجام شده 801 نفر معادل 21% مبتلا به کرونا تشخیص داده شدند. رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران در اذعان به گرانی‌های کمرشکن گفت ظرف سال‌های 96 تا 98 قیمت کالاها 10 برابر شده است، در حالی که افزایش قیمت دلار در مدت 3 سال تنها 3 برابر بود. اما افزایش 10 برابری در قیمت کالاها به مردم تحمیل شد و هر روز مشکلات مردم را بیشتر کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود به دلیل تامین نشدن برق و گاز از آبان امسال کارخانه های سیمان یا تحلیل هستند و یا با ظرفیت کم کار میکنند که موجب شده قیمت یک کیسه سیمان از 17,000 تومان به 50,000 تومان برسد. رسانه‌های رژیم روز گذشته از گرانی 2 تا 3 برابری کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ظرف 1 سال اخیر خبر دادند. بینندگان گرامی، در پایان اخبار امشب ضمن خداحافظی توجه شما رو به متن کامل نامه روشنگر یکی از همکاران سابق وزارت اطلاعات آخوندها در آلبانی به دبیرکل ملل متحد جلب می‌کنیم.
14 فوریه 2021 عالی جناب آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل متحد. این جانب هادی ثانی خانی 41 ساله در سال 2003 از ایران به ترکیه و از آنجا به عراق رفته و به سازمان مجاهدین پیوستم و به کمپ اشرف در عراق و سپس کمپ لیبرتی رفتم. در سپتامبر 2016 سازمان مجاهدین ترتیبات انتقال مرا به آلبانی فراهم کرد. دو ماه بعد در نوامبر 2016 چون نمی توانستم به مبارزه ادامه دهم مجاهدین را ترک و نزد کمیساریا رفتم. دو هفته بعد به سفارت رژیم ایران در تیرانا رفته و از آن پس به مدت 4 سال در دامی که وزارت اطلاعات و سفارت رژیم ایران در آلبانی برایم گسترده بودند افتاده و به همکاری با ماموران رسمی اطلاعات در سفارت مانند فریدون زندی علی آبادی و مزدوران شناخته شده اطلاعات مانند ابراهیم و مسعود خدابنده، غلامرضا شکری و احسان بیدی و در سالهای بعد حسن حیرانی کشیده شدم. آنها مرا در توطئه‌های شیطانسازی، جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی برای اقدامات تروریستی علیه سازمان مجاهدین به خدمت گرفتند. از همان اوایل با مشاهده اعمال جنایتکارانه عوامل سفارت و وزارت اطلاعات و مزدوران آنها دچار عذاب وجدان شدم، اما در وضعیتی قرار گرفته بودم که خروج از آن برایم بسیار مشکل بود و می ترسیدم با تهدیدی که از قبل کرده بودند به سادگی سرم را زیر آب بکنند. اما قیام آبان ماه 98 و کشتار 1500 تن از جوانان قیام آفرین ضربه آخری بود که مرا بران داشت تا هر قیمتی که داشته باشد از این باند مافیایی و جنایتکار جدا شوم و تمامی ارتباطاتم را با این شبکه جهنمی قطع کنم و با پوزش از سازمان مجاهدین و پناهندگان ایرانی در آلبانی با افشای آنچه در این سالها دیدم بخشی از اعمال گذشته خودم را جبران کنم. زیلن بخشی از اقدامات شیطانسازی و جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات علیه سازمان مجاهدین که خودم در آنها مشارکت داشته و یا از نزدیک شاهد آنها بودم را به اختصار به اطلاع شما میرسانم و خواهشمندم دستور فرمایید کمیساریای عالی حقوق بشر اقدامات مقتضی را برای دفاع از حرمت و حقوق پناهندگان واقعی که عوامل رژیم ایران هرگز سزاوار آن نیستند انجام دهند. من مسئولیت کامل آنچه را در زیر آمده میپذیرم و آماده‌ام تا در هر دادگاه یا مرجع بی‌طرفی آنها را با جزئیات و اسناد و شواهد کافی اثبات کنم. 1. من در 19 آبان 1395، 9 نوامبر 2016 مجاهدین را ترک کرده و خودم را به کمیساریای عالی پناهندگان در تیرانا معرفی کردم تا به دنبال زندگی شخصیم بروم. از همان ماه نوامبر از سازمان مجاهدین درخواست کمک مالی کردم که آنها پذیرفتند و کمک کردند. اما در 10 آوریل 2017 وقتی از ارتباط من با سفارت رژیم مطلع شدند، کمک مالی را قطع کردند. 2. 4 روز بعد از ترک مجاهدین، ابراهیم خدابنده مسئول انجمن نجات وابسته به وزارت اطلاعات از تهران با من تماس گرفت و خارج شدن من از مجاهدین را تبریک گفت و بلافاصله برادرش مسعود خدابنده مأمور وزارت اطلاعات مقیم انگلستان با من ارتباط برقرار کرد. این هر دو نفر از من خواستند که به سفارت رژیم در تیرانا مراجعه کنم. حدود 2 هفته بعد به سفارت رفتم و اعلام کردم می‌خواهم به ایران برگردم. سفارت بازگشت من به ایران را مشروط به همکاری با ماموران و مزدوران اطلاعات کرد. پس از اولین مراجعه من به سفارت، مجدداً ابراهیم خدابنده از تهران روی مسنجر فیسبوک من نوشت: در جریان قرار گرفتم که به سفارت ایران رفته ای. شما می توانید کمک زیادی بکنید. با مقاله نویسی شروع بکنید. مطالب را برای من هم بفرستید تا در سایت نجات منتشر کنیم. من در پاسخ به شرط سفارت مدتی با اسامی مستعار زینال شهیدی و سعید زمانی علیه مجاهدین مقاله می نوشتم که از طریق برادران خدابنده در سایت های وزارت اطلاعات منتشر می شد.
سفارت به من هر ماه 500 یورو میداد تا کارهایی که مشخص می کرد انجام بدهم. 3. اولین نفری که در سفارت با او صحبت کردم خودش را حاجی معرفی می کرد که بعدها فهمیدم او فریدون زندی علی آبادی رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم بود که عنوان دبیر اول داشت. من از مزدوران شنیدم که فریدون زندی از اوائل 1393-2014 میلادی شبکی مزدوران را علیه مجاهدین تشکیل داده بود. او با تلفن 20355-69-86-2451 تماس می گرفت و معمولاً از واتساپ استفاده می کرد. البته وایبر هم داشت. او برای ساختن این شبکه با رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات در عراق با نام مستعار سجاد در ارتباط بود و اطلاعات برید مزدوران در آلبانی را با او مبادله می کرد. سجاد خود بعضاً مستقیماً نیز با برید مزدوران در آلبانی تماس می گرفت. وی زمانی که در عراق بود با شماره 20964-77-089-079-98 و زمانی که به ایران می رفت با شماره 20989-357-13-44-01 با مزدوران در آلبانی در تماس بود. در آذر 1396 دسامبر 2017 مصطفی رودکی به جای فریدون زندی به آلبانی آمد که چند ماه بعد از توطئه تروریستی علیه مجاهدین در مارس 2018 در دسامبر 2018 به همراه سفیر رژیم از آلبانی اخراج شد. چهار، در اوایل 1396 بهار 2017 زندی مرا مأمور کرد که اطلاعات اماکن مختلف مجاهدین را جمع‌آوری کرده و از آنها عکس و فیلم تهیه کنم. من بیش از 300 عکس و چندین قطعه فیلم از مراکز مجاهدین تهیه کردم. زندی تأکید می‌کرد باید مکان خانم رجوی و مسئولین مجاهدین را در بیاوری و اینکه چند تا محافظ دارند. دو مزدور دیگر، منوچهر عبدی و سعدالله سیفی، در این مأموریت با من همراه بودند. 5. در اسفند 1395 مرا سر شبکه گروهی از مزدوران کردند. وظیفه این مزدوران مقاله نویسی علیه مجاهدین بود. موضوعات و محورهای مقالات را زندی و یا برادران خدابنده مشخص می کردند. مطالبی که مزدوران می نوشتند را به سایت های وزارت اطلاعات مانند انجمن نجات، سایت فراق، سایت راه نو، ایران اینترلینک متعلق به مسعود خدابنده، کانون آوا متعلق به علی اکبر راستگو در آلمان، سایت فرقه ها در پاریس و مزدورانی مثل محمد کرمی و سایرین منتقل می کردم. 6. یکی از مأموریت هایی که زندی به ما داد این بود که نفراتی را که در سازمان سابقه بیشتری دارند جذب و اطلاعات بیشتری از مجاهدین کسب کنیم. در همین رابطه سفارت بریده‌ای به نام هادی ناصری مقدم را به کار گرفت تا با یکی از بریده‌هایی که سابقه بیشتری در مجاهدین داشت ارتباط برقرار کرده و ترتیب ملاقات او با زندی را بدهد. هادی ناصری با نام مستعار اکبر حسنی علیه مجاهدین مطلب می‌نوشت. او پس از چند سال مزدوری و اثبات سرسپردگی شنیدم که در 24 آبان 1399 14 اکتبر 2020 از بوسنی به ایران رفت و در آذر 1399 سایت های وزارت اطلاعات مصاحبه و عکس های او در ایران را منتشر کردند. 7. مزدوران رژیم در آلبانی به دو دسته تقسیم می شوند. افرادی که به صورت علنی با سفارت ارتباط دارند و بایستی سرسپردگی خود به وزارت اطلاعات را ثابت کنند تا با رفتن آنها به ایران موافقت شود. برخی از این نفرات عبارتند از عظیم میشمست، منوچهر عبدی، سعدالله سیفی، غلامعلی میرزایی، موسی دامرودی، پرویز حیدرزاده، رحمان محمدیان و علی هاجری. این نفرات هر ماه 500 یورو مواجب از سفارت می گرفتند
طبق دستورات سفارت این مزدوران موظفند حداقل یک حساب کاربری در فیسبوک و اینستاگرام ایجاد کنند و هر ماه 12 مطلب علیه مجاهدین تولید و منتشر کنند و موضوعاتی را که سفارت یا وزارت اطلاعات مشخص می کند به صورت زنجیره‌ای بازنشر کنند. دسته دوم نفراتی که غیر علنی برای سفارت و ایستگاه اطلاعات به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی مراکز مجاهدین کار می کنند. این مزدوران ماهانه 300 یورو می گیرند و اگر کارهای بیشتری انجام دهند به آنها پول بیشتری می دهند. افرادی مثل رعوف فرامرزی، محمد تورنگ، باقر محمدی، رضا مزگی، خلیل انصاریان، منصور براهویی و غیره در این شمار بودند. برخی از مزدوران مانند محمد تورنگ و رعوف فرامرزی و هادی ناصری تظاهر به ضدیت با رژیم می‌کردند و پس از مدتی بدون اطلاع به نزدیکترین دوستان خود به ایران رفتند. باقر محمدی و رضا مزگی و خلیل انصاریان و منصور براهویی در حالی که هنوز از مجاهدین کمک هزینه می‌گرفتند مخفیانه برای سفارت کار می‌کردند. اما وقتی مجاهدین از روابط مخفی آنها با سفارت مطلع شدند، کمک خود را به آنها قطع کردند. هشت. برای یک دوران مواجب بخشی از مزدوران را در سفارت و یا در مغازه‌هایی که شرایط امنیتی آن از قبل چک می‌شد، به من پرداخت می‌کردند و من آنها را بین نفرات توزیع می‌کردم. این مبلغ هر ماه حداقل 15,000 یورو بود. در آوریل 2017 زندی به من اطلاع داد که برای گرفتن پول ماهانه افراد شبکه سر قرار او در مجموعه تجارتی تگ بروم و خواست از قبل محلی را در این مجموعه انتخاب کنم که دوربین نداشته و از نظر امنیتی مناسب باشد. با محمل خوردن قهوه در کافه‌ای که در جلوی فروشگاه زارا قرار داشت رفتیم و او مبلغ 15,000 یورو را در پاکتی به من تحویل داد. او همچنین یک پاکت حاوی 80 سی دی را هم با خودش آورده بود که به من تحویل دهد. با هم داخل فروشگاه زارا شده و هر یک پیراهنی انتخاب کرده و به اتاق پرو رفتیم و آنجا زندی سی دی ها را در کیف من گذاشت. این سی دی ها شامل تبلیغات وزارت اطلاعات بر علیه رهبری مجاهدین بود. تا مدت ها کار من ارسال پستی این سی دی ها بود. با توجه به اینکه ارسال یکباره آنها شک برانگیز بود، هر بار 10 عدد سی دی را برای پارلمانترها، خبرنگاران و غیره پست می کردم. در جریان این کار متوجه شدم که علی اکبر راستگو، مزدور وزارت اطلاعات در آلمان و سایر مزدوران نیز دستن در کار توزیع همین سی دی یا سی دی های مشابه علیه مجاهدین در کشورهای مختلف هستند. من باید هر روز به راستگو گزارش می دادم که چه تعداد سی دی به چه کسانی ارسال کردم. در این ماجرا روشن شد که مسعود خدابنده در انگلستان، علی راستگو در آلمان و ابراهیم خدابنده در ایران مستقیماً با سفارت رژیم در آلبانی ارتباط دارند و کارهایشان علیه مجاهدین در آلبانی را هماهنگ می کنند. نو. اسامی و مأموریت‌ها و شماره تلفن برخی از مزدوران در ارتباط با وزارت اطلاعات از طریق سفارت رژیم ایران در آلبانی به قرار زیر است. غلامرضا شکری حدوداً از 1395 با سفارت در آلبانی مرتبط است. او با تلفن 20355-69-93-47-575 با داخل و سفارت رژیم ارتباط می گرفت. او همچنین از طریق خواهرش به نام ماریا به وزارت اطلاعات در داخل وصل است. ماریا ماهانه حدود 2,000,000 تومان از وزارت اطلاعات دریافت می‌کرد. غلامرضا شکری به دلیل کارهای خلاف قانون در شهریور ماه 1399 سپتامبر 2020 در آلبانی دستگیر و زندانی شد. عبدالرحمن محمدیان از سال 1396 از طریق سفارت با وزارت اطلاعات همکاری می کند و شماره تلفن او 20355-69-78-39-580 بود. علی حاجری
از 1397 با وزارت اطلاعات ارتباط دارد. خواهر او به نام شهین هاجری و برادرش به نام محمود هاجری از ماموران وزارت اطلاعات در ایران هستند. شماره تلفن او 20355-69-87-77-978 بود. مالک بیت مشعل از اواسط 1396 در ارتباط با سفارت و وزارت اطلاعات و به نوشتن مقاله و انتشار اکاذیب علیه مجاهدین مشغول شد. شماره تلفن او 20355-69-33-143 بود. حسن شهباز از 1397 در سفارت به خدمت وزارت اطلاعات درآمد و مأموریت او نوشتن مقاله و شیطانسازی در فیسبوک و سایت هاست. شماره تلفن او 20355-69-97-44-576 بود. پرویز حیدرزاده از اواسط 1396 در ارتباط با وزارت اطلاعات قرار گرفت. مأموریت او مصاحبه و نوشتن مقالات علیه مجاهدین و ارتباط با انجمن نجات در وزارت اطلاعات است. شماره تلفن او 20355-69-77-92-728 است. رضا اسلامی از 1396 در ارتباط قرار گرفت و شماره تلفن او 20355-69-21-0-28-96 است. موسی دامرودی از 1397 به خدمت مشغول شد. او در ارتباط فعال با مردم تیوی و یک مأمور اطلاعات به نام پارسا سربی است. شماره تلفن دامرودی 20355-69-56-22-499 بود. احسان بیدی از اولین مزدوران اطلاعات در آلبانی است. او در سال 1391 خود را در لیبرتی به نیروهای عراقی تسلیم کرد و به هتل مهاجر بغداد که زیر کنترل سجاد رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات رژیم در عراق بود منتقل شد. وی در مهر 92 با یک پاسپورت ایرانی به آلبانی منتقل شد. او در ارتباط با زندی قرار گرفت و هر ماه 1000 یورو از سفارت دریافت می‌کرد. شماره تلفن احسان بیدی 20355-69-25-92-439 بود. 10. من در بهمن 1397 چون دیگر از همکاری با رژیم به ستوه آمده بودم تصمیم به خروج از آلبانی گرفتم. اما در کرواسی دستگیر و مجبور به بازگشت به آلبانی شدم. سفارت رژیم ایران مرا توبیخ کرد و خودم و خانواده‌ام را تهدید جانی کردند. آنها از من خواستند با اسم واقعی خودم علیه مجاهدین مصاحبه کنم که به صورت گسترده در سایت‌های وزارت اطلاعات منتشر شد. از آن تاریخ سفارت مرا از سرشبکه بودن کنار گذاشت و این نقش را به حسن حیرانی واگذار کرد. 11. حسن حیرانی در فروردین 1397 به دلیل شک اطلاعاتی امنیتی از سازمان مجاهدین اخراج و در فاصله بسیار کوتاهی در شبکه جاسوسی رژیم در آلبانی جا گرفت. بعد از اخراج سفیر و رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم در آلبانی در آذر 1397، حسن حیرانی در ارتباط مستقیم با وزارت اطلاعات در تهران قرار داشت. او از شماره تلفن‌های متعددی برای ارتباط با مزدوران و وزارت اطلاعات و سفارت استفاده می‌کند. یکی از این تلفن‌ها شماره 20355-69-95-16-435 بود. حیرانی 1500 یورو حقوق ثابت ماهانه از وزارت اطلاعات می‌گیرد. علاوه بر این، او برای هزینه‌های کافه‌ای هم که به دستور وزارت اطلاعات به مثابه پاتوق مزدوران راه انداخته، هر ماه 1500 یورو از وزارت اطلاعات دریافت می‌کند و اگر هزینه دیگری هم داشته باشد، به وزارت اطلاعات صورت حساب می‌دهد و پول دریافت می‌کند. 12. در دسامبر 2018 بعد از اخراج مصطفی رودکی رئیس ایستگاه اطلاعات رژیم ایران از آلبانی، حسن حیرانی موظف شد
یک مکان با پوشش بیزینس تهیه کند تا سرپل و مرکز ارتباطات مزدوران باشد. در مهر 98 اکتبر 2019 حیرانی به کمک سفارت یک کافه به نام فرانک در منطقه فرسکو تیرانا دایر کرد. تمامی هزینه های راه اندازی و اداره این کافه از جمله اجاره ماهانه محل که 500 یوروست توسط وزارت اطلاعات پرداخت می شود. بعد از اخراج دومین سری دیپلمات های رژیم از آلبانی در دی 1398 مواجب مزدوران مستقیما از ایران می آمد. هر ماه وزارت اطلاعات از داخل 20 الی 25 هزار یورو از طریق وسترن یونیون برای حسن حیرانی ارسال می کرد تا به مزدوران پرداخت کند. برخی از پولها از طریق کشورهای ترکیه، عراق، کویت ارسال می شد. 13. در 2017 زندی از طریق چت به من گفت می خواهیم یک سایت قوی درست کنیم که به زبان آلبانیایی هم مطالب را منتشر کند. او از من خواست که هزینه تأسیس و اداره آن را برآورد کنم. من با کمک یکی از بریده ها این برآورد را انجام دادم، اما زندی آن را منتفی کرد و به جای آن سایت نجات یافتگان در آلبانی راه انداختند. این سایت توسط علی اکبر راسگو، مأمور وزارت در آلمان اداره می شود و در کارلسروهه در آلمان به ثبت رسیده است. اسناد آن موجود است. علاوه بر راسگو، مزدورانی مانند محمد کرمی و محمد حسین صبحانی برای این سایت کار می کنند. 14. سایت نجات یافتگان در آلبانی و سایت های دیگری که علیه مجاهدین کار می کنند تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات توسط مزدورانی مانند محمد کرمی، محمد حسین صبحانی، علی اکبر راستگو، مسعود خدابنده و غیره اداره می شوند. آنها موضوع و محورهای مقالات را مشخص می کنند و مزدوران در آلبانی می نویسند. اداره کنندگان سایت ها نسبت به سایر مزدوران حقوق بسیار بیشتری از اطلاعات دریافت می کنند. 15. زندی به من گفت پارسا سربی گرداننده تلویزیون اینترنتی مردم تیوی نفر ما و مجری کارهایی است که از طریق راستگو و محمد کرمی برای او مشخص می کنیم. وزارت اطلاعات مواجب سربی را از طریق راستگو می پردازد. سفارت رژیم در تیرانا ترتیب مصاحبه برید مزدوران با این تلویزیون را می داد. کرمی و راستگو اسامی مزدورانی را که سفارت مشخص می کرد از یک هفته قبل همراه با سوالات به سربی می دادند. سوالات و پاسخها را هم به برید مزدور مورد نظر می دادند تا برای روز مصاحبه حفظ کند یا از رو بخواند. سربی از قبل آگهی می کرد. در این مصاحبه ها همه چیز حتی کلمات نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات مشخص می شد و مزدوران همه آن حرف ها را علیه مجاهدین می گفتند. 16. یکی از شرایط وزارت اطلاعات برای تایید برگشت برید مزدور به ایران مصاحبه با سربی بود. سفارت رژیم توجیه و آماده کردن مزدور منوچهر عبدی را به من واگذار کرد و نتیجه کار برای وزارت خوشایند بود و پس از آن با رفتن عبدی به ایران موافقت کردند. پس از این مصاحبه زندی مسئولیت انتخاب بریده‌ها برای مصاحبه با سربی را به عبدی واگذار کرد و او تا زمان رفتن به ایران در ارتباط با محمد کرمی و علی اکبر راستگو این کار را انجام می‌داد. با توجه به اینکه تعداد نفراتی که به طور آشکار حاضر به مزدوری بودند زیاد نبود، لذا مجبور بودیم هر نفر را چندین بار برای مصاحبه بفرستیم. متاسفانه خود من در فوریه 2019 با این تلویزیون مصاحبه کردم. بعد از مصاحبه از وزارت با من تماس گرفته و از مصاحبه ابراز رضایت کردند. ارزیابی سفارت رژیم در آلبانی این بود که یک مصاحبه با سربی به اندازه چند مقاله در ماه است و این را نیز در پرداخت پول به مزدوران محاسبه می کردند. ماموران اطلاعاتی مستقر در سفارت برای تشویق بریده ها به مصاحبه پرداختی ماهانه با آنها را افزایش می دادند و حتی به من می گفتند کسی که در ماه یک یا دو بار با سربی مصاحبه می کند
ارزشش بیشتر از کسی است که 12 مقاله در سایت می نویسد. 17. در 12 ژوئن 2020 حیرانی با سربی مصاحبه داشت. موضوع مصاحبه در رابطه با نامه‌نگاری خانواده‌های مجاهدین به دولت آلبانی برای ملاقات با نفرات اشرف در آلبانی بود. صبح همان روز مأمور اطلاعات از تهران به حیرانی که در کافه بود زنگ زد و او را توجیه کرد. حسن حیرانی نکات توجیهی را یادداشت می‌کرد تا همانها را در مصاحبه با سربی بگوید. 18. موضوعاتی که سفارت و وزارت به صورت سوال و جواب برای مصاحبه با سربی یا به صورت محور برای نوشتن مقاله در سایت‌های وزارت اطلاعات می‌فرستاد شامل موارد زیر بود: شکنجه ناراضیان، نبودن آزادی در مناسبات مجاهدین، شستشوی مغزی، اعتراف به موضوعات و لحظات جنسی، قطع روابط با دنیای بیرون، طلاق‌های اجباری، قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین، کشتن اکراد و شیعیان در عراق، گرفتن پول از آمریکا و اسرائیل و عربستان و اینکه اطلاعات اتمی خود را هم از اسرائیل گرفتند و هیچ پایگاه و پشتیبانی مردمی در ایران ندارند. 19. من که حدود 14 سال در مناسبات مجاهدین بودم می دانستم که یک کلمه از این حرف ها واقعیت نداشت و این دروغگویی مستمر یکی از موضوعات عذاب وجدان من بود، به خصوص که سرشبکه بودم و ارتباطات مزدوران را برقرار می کردم و احساس می کردم که گناه بزرگی مرتکب می شدم. من به عنوان یک شاهد زنده می توانم در هر دادگاهی شهادت بدهم که این مصاحبه ها و مقاله ها تماماً طرح و برنامه وزارت اطلاعات می باشد. من شاهد بودم که همه این دروغ ها توسط وزارت به برید مزدورها دیکته می شد و آنها در سایت ها و تلویزیون های دستساز اطلاعات تکرار می کردند. 20. مسعود خدابنده و زنش آن سینگلتون خدابنده نقش اصلی در توجیه و اعزام خبرنگار به آلبانی و مصاحبه مزدوران با این خبرنگاران را داشتند. او برای این کار مزدوران محلی مانند اولسی یاسچی را به کار می گرفت. خدابنده مرا به اولسی یاسچی وصل کرد. 21. در نوامبر 2017 زندی به من پیام داد که آن سینگلتون به تیرانا آمده است و تو باید بریده ها را پیش او ببری تا از شکنجه ها و نبودن آزادی در مناسبات مجاهدین و طلاق اجباری مفصل توضیح بدهند. من چند نفر از جمله منوچهر عبدی، سعدالله سیفی، هادی ناصری مقدم، غلامرضا شکری و برخی دیگر را در رستوران فروشگاه تاپتانی به ملاقات سینگلتون بردم. او با برخی از آنها که روابطشان با سفارت علنی بود، عکس گرفت و در سایت‌های وزارت منتشر شد. سینگلتون آنها را تشویق به افشاگری بیشتر می‌کرد. وی بعداً جداگانه با احسان بیدی نیز ملاقات کرد و عکس گرفت. سینگلتون 4 روز در هتل اینترنشنال ساکن بود و زن اولسی یاسچی او را همراهی می‌کرد. 22. در تیر ماه 97 ژوئیه 2018 وزارت اطلاعات مزدور مصطفی محمدی را به مدت 3 ماه به همراه همسرش به آلبانی فرستاد تا بر علیه مجاهدین اقدام کند. از طرف سفارت حیرانی موظف شد به او کمک کند. سفارت برای او وکیل هم گرفت. این مزدور که رابطه نزدیکی با وزارت اطلاعات در ایران و در کانادا دارد، در مدتی که در آلبانی بود با مسعود خدابنده ارتباط فعال داشت. سفارت همه هزینه های اقامت چند ماهی او و دستمزد وکیل را که به گفته حیرانی حداقل 30,000 یورو می شد تماماً به صورت نقد می پرداخت. 23. در دسامبر 2018 از سفارت به ما گفتند که خبرنگار اشپیگل به آلبانی خواهد آمد و برای مصاحبه نزد او بروید. خبرنگار مذکور یک خانم 30 ساله به نام لویزا هومریش بود که بعداً فهمیدم در سالهای 2016 و 2017 در دانشگاه تهران
در زمینه معارف اسلامی درس خوانده و با بسیجیان رژیم نیز مراوداتی داشته است. با تعدادی از بریده‌های مرتبط با سفارت در محیط رمسا واقع در میدان زاکوزی در کافه‌ای جمع شدیم و با خبرنگار اشپیگل ملاقات کردیم و هر کدام بر اساس توجیهات قبلی دروغ‌های علیه سازمان گفتیم. ارتباط من با این خبرنگار تا 3 ماه بعد نیز ادامه داشت و هر از گاهی سوالاتی درباره سازمان مجاهدین می‌کرد و من هم از سفارت سوال می‌کردم و به او پاسخ می‌دادم. گزارش اشپیگل در تاریخ 27 بهمن 97 16 فوریه 2019 تحت عنوان زندانیان شورش منتشر شد. قسمتی از این گزارش 2.5 ماه قبل از آن در 5 آذر 97 به صورت مصاحبه با غلامرضا شکری در سایت انجمن نجات استان کرمانشاه با عنوان سرگذشت غم‌انگیز یک بریده منتشر شده بود. در 3 سپتامبر 2020 به مناسبت سالگرد جنگ رژیم با عراق، مسعود خدابنده خبر داد که با تلویزیون بی بی سی هماهنگ کرده تا در این رابطه با غلامعلی میرزایی که اسیر جنگی بود مصاحبه کند. میرزایی از اوایل 1397 در ارتباط با سفارت و وزارت اطلاعات بوده و علیه مجاهدین مقاله می نوشت و با خبرنگاران مصاحبه می کرد و مترجم بقیه هم بود. من که با وی در یک خانه زندگی می کردم شاهد بودم که روز 4 سپتامبر قبل از انجام مصاحبه مسعود خدابنده او را پیرامون موضوعاتی که باید بگوید توجیه کرد و تأکید کرد که روی موضوعاتی حرف بزند از قبیل این که در اردوگاه اسرا در عراق مرا گول زدند و بدون اطلاع صلیب سرخ به اشرف بردند و 30 سال اجازه ندادند خانواده ام را ببینم. او در این مصاحبه که لازمه موافقت وزارت برای رفتنش به ایران بود هر چه می توانست دروغگویی و یاوه بافی کرد تا رفتنش به ایران تسریع بشود. شماره تلفن غلامعلی میرزایی که با وزارت و بریده ها ارتباط می گرفت 20355-699-516-499 بود. 5 ماه پس از این مصاحبه سایت‌های وزارت اطلاعات اعلام کردند که میرزایی به ایران برگشته است. 25. مزدوران محلی. در مدتی که من با سفارت و وزارت کار می‌کردم، با شماری از مزدوران محلی رژیم آشنا شدم. یکی از این مزدوران اولسیاس چی بود. وی 42 ساله است. او در کوالالامپور مالزی رشته ارتباطات جمعی درس خوانده است و تحت پوشش روزنامه نگار و مقاله نویس از قدیم برای رژیم ایران کار می کند. زمانی که من سر شبکه مزدوران بودم، یاسچی بیشترین ارتباط را با من داشت. او سایتی به نام ایمپکت داشت که اولین بار در مهر ماه 1396 سپتامبر 2017 با عبدی و بیدی مصاحبه کرد. در بهمن 1396، مسعود خدابنده به من گفت نفرات مناسب را برای مصاحبه با تلویزیون تاپ چنل آماده کن. بعدم فهمیدم همه هماهنگی ها را اولسیاسچی از طریق یک خانم خبرنگار انجام داده است. خدابنده همه خبرنگاران خارجی را که به آلبانی می فرستاد به یاسچی وصل می کرد و از طریق او خطوط وزارت اطلاعات را پیش می برد. پس از اخراج سفیر رژیم از آلبانی، ارتباطات خدابنده با یاسچی زیادتر شد و او مرتب به کافه فرانک متعلق به حسن حیرانی تردد داشت و همانجا با مزدوران مصاحبه می کرد. زن یاسچی نیز به عنوان وکیل مزدوران فعالیت می کرد. جرجی تاناسی مزدور دیگر آلبانیای رژیم است. تاناسی علاوه بر ارتباطات مستمر با سفارت و مزدور خدابنده مرتباً به ایران سفر می کند و خط و خطوط کار علیه مجاهدین را مستقیماً می گیرد. تصاویر او در مقرات پاسداران و کنار نفربرهای زرهی سپاه پاسداران در تهران وجود دارد. تاناسی را چند بار در کافه حیرانی دیدم و با او صحبت کردم. او به غایت پول پرست است و به خاطر پول حاضر بود
هر کاری انجام بدهد و اهداف رژیم آخوندی را پیش ببرد. اکثر مواقع به کافه می آمد و با بریده ها صحبت می کرد. حسن حیرانی در گفتگوی خصوصی به من گفت جرجی تاناسی و اولسیاسچی هر ماه بیش از 1000 یورو از رژیم پول می گیرند و بارها من خودم این پول را در پاکت گذاشته و در خانهشان با آنها تحویل دادم. مطالب او کلیشه ای از مطالب مسعود خدابنده و وزارت اطلاعات بود که در فیسبوک و فضای مجازی می گذاشت. ضمن اینکه آنها همه کارهای غیرقانونی حسن حیرانی و احسان بیدی و غلامرضا شکری را رفع و رجوع می کردند. من برای هر گونه توضیحات ضروری و افسوده در دسترس شما هستم. با تقدیم احترام، هادی ثانی خانی، رونوشت کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، وزیر کشور و مدیر کل پلیس آلبانی، شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم.